میتونیم جای صورت و مخرج عوض کنیم. میتونیم جای وسط جای طرفین رو با هم عوض کنیم. یعنی جای آ و د رو عوض کنیم. میشه د بم س آ. میتونیم جای وسطین رو عوض کنیم. جای وسطین رو عوض کنیم میشه آ س بم مساوی ب د. پس جای طرفین و وسطین رو میشه عوض کرد. میتونیم توی تناسب صورت ها رو با هم جمع کنیم. آ به علاوه سه. مخرج ها رو جمع کنیم. ب به علاوه ده. تناسب عوض نمیشه. مثلا آ به اوم مساوی سه ده اومه. صورت ها رو جمع کن. مخرج ها رو جمع کن. تناسب تغییری نمی کن. کیا تا اینجا گرفتن؟ یک. کیا نیاز به توضیح؟ بچه اینجا برای محیط خیلی خوبه. وقتی که نسبت اضلاع رو داری، وقتی نسبت اضلاع رو داری میتونی جمعشون کنی. وقتی نسبت اضلاع برابرن مساوی نسبت محیط هم میشن. وقتی اضلاع متناسب باشن اصولا میگیم متشابهن. دو تا شکلی که اضلاعش متناسبن اصولا میگیم دو تا شکل، حالا مثلث باشه مثلث، چندضلی باشه چندضلی، متشابه میشن. وقتی دو تا شکل متشابهن نسبت اضلاع همان نسبت محیط ها میشه. پس میتونیم صورت ها رو با هم جمع کنیم، مخرج ها رو هم با هم جمع کنیم. یه بحث دیگه داریم، ترکیب نسبت در صورت. مخرج خودشو مینویسیم، مخرج خودشو مینویسیم، مخرج میریم با صورت جمع میکنیم میشه آ به علاوه ب. مخرج خودش، مخرج خودش رو می‌نویسیم، مخرج میریم با صورت جمع میکنیم سه به علاوه ده میشه ترکیب نسبت در صورت. یه بحث دیگه داریم، ترکیب نسبت در مخرج. صورت خودشه، صورت رو بیار با مخرج جمع کن آ به علاوه ب. صورت خودشه، صورت رو بیار با مخرج جمع کن سه به علاوه ده. پس ترکیب نسبت در صورت، ترکیب نسبت در مخرج. در کنار این تفصیل داریم، تفصیل در صورت مخرج خودشه، صورت رو مخرج بیار تو صورت میشه آ منهای ب، مخرج بیار تو صورت سه منهای ب. پس تفصیل تو صورت و تفصیل توی مخرج. تفصیل در مخرج، صورت خودشه، صورت رو بیاد تو مخرج آ منهای ب، صورت خودشه، صورت رو بیاد تو مخرج سه منهای ب. پس اثبات کار نداریم آقا، اینجا ما با اثبات کار نداریم. ذهنتو از اثبات بیار بیرون. آقا اومدی کنکور بدی، اثبات چیه؟ اثبات فقط واسه دوازدهم برای امتحان نهایی. اصلا هندسه ده و یازده رو من نکته‌ای به درس میدم، چون اصلا با اثباتی نمیتونی سوالا رو بزنی. هندسه ده و یازده نکته‌ایه، باید نکته یاد بگیری. اثبات اصلا یه دونه سوال هم با اثبات نمیتونی حل کنی. اثبات به اثبات رو بریز تو. نه اصلا حالا تا جایی که لازم باشه اثباتا رو میگم، خارج از اون دیگه نیازی نیست. پس تفصیل در صورت، تفصیل در مخرج، ترکیب در مخرج. ترکیب یعنی جمع، تفصیل یعنی منها. تو صورت، تو صورت جمع کن، مخرج خودشو بنویس. تو مخرج صورت خودشو بنویس، مخرج جمع، تو تفصیل منها کن. چه زمانی ترکیب و تفصیل میریم؟ زمانی که هم در صورت هم در مخرج متغیر داشتی باشیم. میگم تو صورت بیاد هم تو مخرج. اگر در یک تناسب x هم در صورت بیاد، اگر در یک تناسب هم در صورت هم در مخرج x بیاد چه کار میکنیم؟ تفضیل میریم، x رو حذف میکنیم. مثلا x به علاوه y به روی x شده 2/5. کافیه تفضیل تو صورت بریم، مخرج خودشو بنویس x، تفضیل کن، مخرج از صورت کم کن، x به علاوه y منهای x میشه y.
مخرج خودشه، مخرج صورت کم کن دو منهای پنج میشه منهای سی، پس نسبت ایگره به ایست به راحتی به دست میاد با یه تفصیل دیگه. لازم نیست طرف این وسط این کنی، لازم نیست طرف این وسط این کنی، تفضیل در صورت، تفضیل در مخرج. با تفضیل نسبت تو مخرج بود، گفتیم که آبیان مساوی سیدیومه، اینجوری هم میتونیم بگیم که آ به روی بی منهای آ مساوی سی به روی سی منهای دی، اینجوری هم میشه گفت. اینم کلمه بله میشه، اون وریش هم میشه گفت، هیچ فرقی نداره. فهمیدم، ممنون. خواهش میکنم، چه این وری کم کنید اون وری کم. آقا مطلب بعدی، ما توی از این به بعد یه سری داستانا بهت میگم، یه سری مطالب بهت میگم که مخصوص هندسه پایه است. تو هندسه پایه باید اینا رو رعایت کنیم. ما تو هندسه بدمون میاد، کس رو باید حذف کنیم. مثلا آبوم مساوی دو سومه دیگه کس نباید داشته باشیم. اولین کاری که باید کنیم کس رو چطور حذف میکنیم؟ از تناسب استفاده میکنیم. آ به اوم دو سومه، آ میتونه دو باشه به سه، آ میتونه چهار باشه به شیش، در کل آ میتونه دو کا باشه، ب میتونه سه. پس هر وقت تناسب داریم یه طرف معلوم یه طرف مجهول، از کا استفاده میکنیم. آ سه چهارمه، آ رو میگیریم سه کا، ب رو میگیریم چهار کا. با کا هر عددی میتونه باشه دیگه، کا عضو آ. با کا گرفتن مخرج از بین میبریم. پس اگه آ به ام سه چهارم باشد، اگر آ به ام سه چهارم باشد، آ رو میگیریم سه کا، میگیریم چهار کا. اگه آ به ام دو سوم باشه، آ رو ب رو میگیریم سه. کامل فهمیدی؟ یک، نیاز به توضیح داری؟ دو، پس آقا حتما باید کا باشه؟ نه، میتونه به جای کا اسمش تی ام باشه، میتونه به جایش تی ام باشه، هر چیزی میتونه باشه. نه چی رو نفهمیدی؟ بیا رو خط. یه بار دیگه میگم، آقا اگه آبوم مساوی دو سوم باشه، خط ما توی هندسه پایه از خط کسری بدمون میاد، خط کسری رو از بین میبریم. اون دو سوم باشه میگیم آ مضرب دو، یعنی دو کاه به سه کاه، قطعا آ دو نیست به سه، ممکنه آ چهار باشه به شیش، ممکنه آ بیست باشه به سی، اما قطعا دو سوم باشه آ دو کاه به سه کاه، پس آ رو دو کاه میگیریم به رو سه کاه. آ بروم باشه، آ به اوم سه چهارم باشه، آ رو سه کا میگیریم ب رو چهار کا. آ به اوم شیش هفتم، آ رو شیش کا میگیریم ب رو هفت کا. خب خودی برای تناسب، اگه فقط و فقط نسبت داشته باشیم و هیچ طولی نداشته باشیم، فقط نسبت داشته باشیم و هیچ عددی نداشته باشیم، هیچ این به ما نده، فقط نسبت بده، هم نسبت بخواهم، نسبت ها را عدد میگیری. اگه فقط نسبت داشته باشی و از ما هم نسبت عدد میگیری، مثلا x ایگرگ 3 پنجم، وقتی x ایگرگ بشه 3 پنجم،
x میگیره دو پنج، x y شده 3 پنج، پس x y شده x و 3 میگیریم y و 5. چرا؟ چون اینو خواسته، نکن یه نسبت داده، یه نسبت داده، یه نسبت خواسته بده و یه نسبت بخواد. اگه فقط و فقط یه نسبت بده و یک نسبت بخواد، دیگه نمیام ایره رو گیریم پنج را نسبت داده، دیگه ایکس رو سه کار نمیگیریم، ایکس رو میگیریم سه، ایره رو میگیریم پنج، ایکس رو بذار سه، سه به تمام دو میشه نو، دو پنج تا ده تا، پنج به تمام دو بیست، پنج منهای سه. اگه فقط نسبت و نسبت بخواهد میشود، در غیر این بعد x رو بگیری 3 کا، y رو بگیری 5 کا، پس تو حالت کلی x رو میگیریم 3 کا 5 کا. اما اگه فقط و فقط نسبت بده میتونیم راحت‌تر بریم این دیگه x رو بگیریم 3، y رو بگیریم 5. پس یه بار دیگه نوشتم، فقط اگر فقط نسبت، بذار خوشگلش کنم، اگر فقط نسبت داشته باشیم و هیچ عددی نداشته باشیم، فقط نسبت داریم و هیچ عددی نداشته باشیم و از ما هم فقط نسبت بده و هیچ عددی نده و از ما هم نسبت بخواهد، نرد میگیریم. الان فقط نسبت داده، نسبت خواسته، وقتی فقط نسبت میده، نسبت میخواد، x و دیگه سکا نمیگیریم، x و 3 میگیریم، y و 5. نسبت بده و نسبت بخواد، اینا تکنیکن آقا، دلیل رو ول کن، تکنیک رو یاد بگیر، اینا تکنیکن. حالا بخوایم دنبال دلیل بگردیم یه سال فقط طول میکشه ما هندسه پایه درس بدیم. آقا در حالت کلی باید x رو بگیری 3 کا، y رو بگیری 5 کا، x رو میگیریم 3 کا، y رو میگیریم 5 کا. اما اگه فقط نسبت بده و نسبت بخواد، چون کا تو نسبت ها کا با هم میرن، دیگه لازم نیست x رو 3 میگیریم، y رو 5 میگیریم، چون کابا وقتی فقط نسبت داری نسبت ها رو طول بگیر. اینجا رو نگاه کن، جای تب وسط این رو میتونی عوض کنی. آقا خیلی وقتا میتونی جای وسط این رو عوض کنی، یعنی به جای x بذار y شده دو سه. خب نسبت از بین ببر، x رو بگیر دو کا، پس از اینو میتونی عوض کنی حالت کلی. اینجا دیگه فقط نسبت نداده که نسبت بخوام. حالا اگه دو تا نسبت داده باشه هیچ اشکالی نداره، بس این که کا بشه، آ رو میگیریم سه کا به چار کا، اون بر سه و ده رو سه کاپریم، میتونی بگیری سه تی و چهار تی، سه کاپ کاپریم، کاو کاپریم میگیریم، کاو تی میگیریم که با هم قاطی نشن، این هم نباشن. این هم از این واسه این که بینشون تفاوت باشه، یکی رو تی میگیریم یکی رو تا تو عالی فهمیدی. یک نیاز به توضیح داری؟ دو واسطه هندسی،
ما یه واسطه عددی داریم. واسطه عددی یا اصطلاحاً حسابی چطور به دست میاد؟ کافیه دو تا عدد رو با هم جمع کنیم تقسیم بر دو کنیم. حالا اگه n تا عدد بشن جمع میکنیم تقسیم بر دو میکنیم. پس واسطه حسابی یا عددی دو تا عدد جمع، واسطه هندسی چطور به دست میاریم؟ واسطه هندسی دو تا عدد رو به دست بیاریم عددی A و B، واسطه هندسی A. اگه بخوایم واسطه هندسی دو تا عدد رو به دست بیاریم دیگه با هم جمع نمی کنیم، در هم ضرب می کنیم و رادیکال می گیریم. پس واسطه حسابی با هم جمع تقسیم بر دو، واسطه حسابی با هم جمع تقسیم بر دو، واسطه هندسی دیگه جمع می کنیم رادیکال، واسطه حسابی جمع، واسطه ضرب می کنیم رادیکال میگیریم. پس واسطه دو عدد ضرب رادیکال، بهش میانگین هندسی هم میگن. مثال دو پاره خط به طول های x و 13 مکس، دو پاره خط به طول های x و 13 میلی مفروض هست. اگر طول واسطه هندسی آنها 6 باشه، بزرگتر، واسطه هندسی چطور به دست میاد؟ میشه آقا دوتا رو در هم ضرب کن، دو x و 13 منهای x رو در هم ضرب کن، میشه واسطه هندسی که 6. حالا طرف اینو به توان دو میرسونیم، اتحاد معادله شد، ضربشون 36 جمع 13. پس منهای 4 و منهای 9 یکی 4 میشه، یکی بزرگترین رو خواسته و بزرگترین 9 دیگه، بین 4 و 9 بزرگ. چرا؟ چون x رو بده 9 میشه 9، 13 منهای 9 میشه 13 منهای 4 میشه 9. پس عدد هم 4 و 9 هست بزرگتر. کامل فهمیدی؟ یه کامل بنویس، نیاز به توضیح داری یه دو بنویس. بچه کتاب چیزم خریدید؟ کتاب هندسه پس الان کتاب هندسه پایه رو همه دارید دیگه، از روش میتونم تست بدم، درسته؟ حالا من یه دورم کتاب هندسه پایه رو گسسته رو که تو گروه براتون مگه نفرستادم کتابشو؟ هندسه پایه هم تو گروه میفرستن، هندسه 1401 رو بخن الان هست، سنگ بزنی گاج برات میره، گاج مارکت. من پی دی اف اجا عکس، بچه‌ای که کتاب دارن عکس میگیرن پی دی اف میکنن میفرستن. بگو. ببخشید آقای هیدری، من مثلا این بود که ما برای خرید گفتیم که چاپ جدیدشون خیلی، ما یه سه چاپ قدیم خریدیم یه سه چاپ جدید، فرق نمی‌کنه چاپ جدید ها تستاش بیشتر، چاپ جدید ها تستاش بیشتر. خب یعنی الان نید بخریم؟ من اون مبحثی که میگم، نه نه نه، من اون مبحثی که میگم، کسایی که جدید دارن رو جدید، قدیم دارن رو قدیم. مثلا درسته؟ بعدم بعضی وقتا من جفتشو میفرستم و
وقتی قدیمو داری من جدیدو فرستادم، مثلا میگم این تستای جدیدم بزن، نه اشکال نداره سوالاتون متفاوت باشه، چه اشکالی داره؟ یکی هم یه ذره فرق داره، یه ذره جدید تستاش بیشتره، در کل یه ذره 100 تا 200 تا 200 تا تست بیشتر داره، ولی تستا یکی هم. اونم تو بیشترش هم تو همین فصل ترکیبیاته که تستاش بیشتره، حتی تست بیشتر تو ترکیبیات داره. آقا بریم ادامه درس رو داشته باشیم. گوش بدید، یه صفحه باز میکنم، شیک و مجلسی میخوام به یه سری مسائل رو بگم، حواست رو جمع کن. آقا مثلث، این مثلث، مثلث دو حالت داره، یا زاویه‌اش همه حادن یا زاویه منفرجه داره. منفرجه، اگه زاویه حاده باشن ارتفاع داخل مثلث میفته، زل روبرو به آ میشه آ و ارتفاعش میشه هاش، زل روبرو به آ، آ ارتفاعش هاش آ. پس مساحت اس میشه یک دو آ ضرب در هاشه. حالا میتونیم این بری هم بنویسیم، بله چرا نمیتونیم، ارتفاع اینو بده، ارتفاع اینو بده، این زر بیه ارتفاعش هست هاشه، پس میشه یک دوم هاش. ارتفاع اینجا داخل میفته، این سیه، ارتفاعش میشه هاش، اما این یکی ارتفاع بیرون میفته، این ارتفاع چون فرج است دو تا ارتفاعش تو امتداد بیرون، ارتفاع آقا این زل آه، قاعده دیگه بیرون نیست، قاعده خود آه، این امتداد جزء قاعده حساب نمیکنه، این میشه هاش بر ب، ب هم بیرون میفته روی امتداد عمود، این هاش ب میشه، اما خود ب اینه ها، خود ب بیرون نیست، خود ب همین که داخل، پس ارتفاعات رو بیر رو قطع میکنه، مثلا ارتفاع رو بکشیم تو اینجا، مقاره تو اینجا اس میشه یک دومه هاش یک دومه هاش به زبدر، اگر زاویه منفرجه باشه یه ارتفاع داخل میافته دو تا ارتفاع بیرون داده از لا عمود میشن، اگه زوایا حاده باشن همه داخلن محل برخوردشون هم ارتفاع هم رسند، اما اگه منفرجه باشه دو تا ارتفاع بیرون محل برخوردشون هم بیرون قرار، برابرن یه دوم با یه دوم میزنیم، آ ضرب در هاش آ شده باشه، خب این طرف وسطه اینه دیگه، پس به هاش ب، هاش آ به هاش ب، هاش ب تو ب، پس میشه ب آ. نسبت ارتفاعات، ارتفاعات برابر عکس، نکن به برعکس هاش آ به هاش به آ میشه، برابر عکس
نسبت ازگار. پس نسبت ارتفاع نسبت اضلاع میشه. پس نسبت ارتفاع عکس نسبت اضلاع میشود. پس یادم باشه یه مطلب مهم، در مثلث نسبت ارتفاع ها برابر عکس نسبت اضلاع می باشد. هاش به عکس هاش به هاشا عکس میشه، میشه آ به و. نسبت ارتفاع عکس نسبت اضلاع. کیا کامل مشتی توپ عالی یاد گرفتن یک، یعنی از به توضیح دارن دو. نه دیگه اینا تو جزوه اضافه کن، تو دوست داشتی اثبات اینم اضافه کن. اینقدر گفتی اثبات اثبات اثبات، بیا اثبات گفت. نکتهش تو جزوه هست، این نکته تو جزوه هست. خب یه نکته دیگه بگم بعد برگردیم سراغ جزوه. این نکات تو جزوه هست ولی اثباتش نیست. بریم نکته بعدی. نسبت ارتفاع عکس نسبت اضلاع. اگر دو مثلث هم ارتفاع باشند نسبت مساحت نسبت قاعده ها می شود. وقتی دو تا مثلث هم ارتفاع نسبت مساحت ها نسبت قاعده ها می شود. اینجا رو نگاه کن، الان مثلث بزرگ به سه با مثلث آده با مثلث آده سه هر سه مثلث هم ارتفاع هند. کدوم مثلث؟ مثلث بزرگ و مثلث آبده و آده سه هم ارتفاع. چرا؟ ارتفاع آبسه میشه این، الان هم ارتفاع آبسه هم ارتفاع ده هم ارتفاع اینی که منفرج است یعنی آدسه ارتفاع بیرون، چون هر ارتفاع مثلا نسبت مساحت ها نسبت مساحت آ به ده نسبت مساحت آب به مساحت مثلث آدسه. مساحت آبده چی میشه؟ آبده ارتفاعش که هاشه ضرب در قاعدش که بده. مساحت آدسه چی میشه؟ میشه ارتفاعش هاشه قاعدش دسه. خب اینا با همون نسبت قاعده ها میشه. پس اگه دو تا مثلث هم ارتفاع باشن نسبت مساحت ها همون نسبت قاعده ها میشن. پس دو تا نکته، یک مثلث هم ارتفاع باشن نسبت مساحت ها نسبت قاعده ها میشه. دیگه نمیایم مساحت به دست بیاریم ارتفاع بکشیم خودمون اذیت کنیم دیگه، از اثبات ها نمیریم، نکته ها رو استفاده میکنیم. اگه دو تا مثلث هم ارتفاع باشن
زمانی که دو تا مستقیمان نسبت مساحت ها نسبت قاعده ها یک دو تو یه مثلث دیگه تو دو تا. این تو دو تا مثلث هم ارتفاع بود تو یه مثلث نسبت ارتفاع میشه عکس نسبت اضلاع نسبت میشود عکس نسبت اضلاع پس توی مثلث نسبت ارتفاع عکس نسبت اضلاع توضیح بدم یه نیازی نیست آقا چرا نمیفهمی نسبت ارتفاع یعنی ارتفاع آ به ارتفاع ب ارتفاع آ به ارتفاع ب خود آ به هم نمیشه بلکه برعکس میشه ب به روی آ میشه مثلا آ به آ مثلا هفت اینم سه سه مثلا چهار الان نسبت ارتفاع رو میخوام به دست بیاریم این الان میشه هاش آ ارتفاع وارد بر آ اینم میشه هاش سه ارتفاع وارد بر سه هاش آ بر هاش سه آ سه اوم نمیشه بلکه سه اوم میشه ساره آ چنده هفته پس نسبتش هفت چهارم نیست چهار هفتمه کجا اینا نمیفهمی بچه بریم سراغ جزوه بلی بلی همه بلی هن خیر نداریم ما شویند میریم سراغ جزوه با شما عزیزان بریم سوال آقا میگه رابطه اضلاع و ارتفاع که مساحت اینا رو گفتیم دیگه مساحت میشه یک دوم ارتفاع ضرب قاعده مساحت میشه مساوی قرار میدیم نسبت ارتفاع ها در یک مثلث توی مثلث نسبت ارتفاع هاش به هاش آ برابر عکس نسبت اضلاع است پس نسبت ارتفاع ها هاش ب به هاش آ به آم نمیشه بلکه عکس میشه آ به اون میشه به هاش ب به هاش آ برعکس آ به اون میشه این ولی هم میتونی بگی در هر مثلث حالا نسبت اضلاع میشه عکس نسبت ارتفاع بیایم سوالت کن چه اشکالی نداره در مثلثی آ چنده آ 6 ب چنده 3 سی چنده 5 سه زیرش با هم مختلفن نه متساوی الاضلاع نه متساوی الساقط اینو خواسته هاش آ بله به هاش ب میگیم هاش آ به هاش ب برعکس میشه ب آ هاش ب به هاش س میشه س آ ب چنده ب 3 آ چنده 6 بله سه چند به چند سه با هم جمع حاصل بده پس نسبت ارتفاع میشه عکس نسبت اضلاع توپ یاد گرفتی یه توپ بنویس نیاز به توضیح داری یه دو بودا ماشاءالله ماشاءالله احسنت تون چیه توپ بهار توپ خالین توپه سیمین تونه ماندلنا توپه سیمین توپه یرازی توپه مرسا توپه هانیه توپه خب خوبه نام بدیم
آقا دقت کن، نکته بعدی رو گفتم، نکته بعدی رو گفتم، فقط تکرارش میکنیم. تقسیم مساحت لس هم ارتفاع، اگر مثلث ها هم ارتفاع، اگر اندازه ارتفاع با هم برابر باشد، نسبت ها همان نسبت قاعده ها میشه. S1 به S2، نسبت مساحت ها S1 ارتفاعشون یکی است، ارتفاعشون یکی است، هاششون یکیه. نسبت مساحت ها نسبت قاعده به دس، پس نسبت مساحت ها نسبت قاعده ها میشه. پس اونجا گفته بودیم مثلث هم مساحت در دو تا مثلث هم ارتفاع نسبت قاعده هاست. حالا اگه بیایم میانه رسم کنیم ببینیم تو میانه چه اتفاقی میفته. اگه میانه رو رسم کنیم، میانه زد مقابل رو دقیق کنیم، میانه زد مقابل و نصف، پس با هم برابر. پس اگه کلش آ باشه این میشه آ دوم، اینم خب وقتی میانه رسم کنی ارتفاع یکسان رسم میکنی، ارتفاع یکسان، نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده ها، خب قاعده ها هم یکسانن، میانه از نصف، پس هم ارتفاع یکسانن هم قاعده ها. پس میانه مثلث رو به دو تا مثلث هم مساحت تقسیم کنه، اگه S مساحت کل باشه مساحت تیکه میشه S2 و مساحت این تیکه هم میشه S2. پس میانه مثلث رو به دو مثلث هم مساحت تقسیم این نکته بسیار باحاله. میانه مثلث را به دو مثلث هم مساحت تقسیم می کند، پس میانه مثلث رو به دو مثلث هم مساحت تقسیم می کنم، مثلثی که مساحتشون با هم برابره، هم مساحت هم. بله تو هر مثلثی میانه این کار رو میکنه، تو هر مثلثی میانه این کار رو میکنه. پس یادمون باشه میانه مثلث رو به دو مثلث هم مساحت تقسیم می کنه. یعنی اگه شما تو هر مثلث دلخواهی میانه تو بکشی، هر میانه ای فرق نمیکنه، دو تا مثلثی که ایجاد میشن، برابر نیستن بلکه هم مثلثشون میشه S2، هر کدوم مساحتش نصف کله، مثلث برابر نیستن بلکه هم مساحت. پس دو تا نکته داریم، یک در دو مثلث هم ارتفاع نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده ها، دو اگه میانه رو از کنیم مثلث به دو مثلث هم مساحت تقسیم میشه. آقا ما فقط نکته یاد بگیریم؟ بله این نکات رو باید یاد بگیری تو مسائل استفاده کنی، مسائل با استفاده از این نکات. وقتی میانه و مساحت داری دیگه نمیای مساحت به دست بیاری، میگه آقا میانه مثلث رو به دوتا مثلث هم مساحت تقسیم کنی، این دوتا مساحتشون با هم برابرن، پس دیگه نمیای مساحت به دست بیاری. اثبات حل تشریحی رو خداش، پس با اثبات و حل تشریحی خدا بسید بریم حل کنیم. زوزنقه، آقا زوزنقه یه ویژگی مهم داره، همه بلدیم ولی استفادهش نمی کنیم، یادمون میره. زوزنقه ویژگیش اینه،
قاعده ها موازی. آخ ما اینو بلدیم، بله میدونم بلدیم، ولی توی شکل میگه زوزنقه است، توی شکل میگه آقا این شکل زوزنقه است، بعد شما باید قاعده ها رو موازی بگیری از تالس بری. میدونی قاعده ها موازی هن ولی نمیگیری و نمیری. بلد بودن یه بحثه، حضورت دیگه است. یه بحثی میگه آقا ما بلدیم یه چیزی رو، یه بحثی میگه آقا ما این داریم و اون لحظه ازش استفاده میکنیم. باید ما تمام این مطالب از بلد بودن تبدیل بشه به حضور. ما میدونیم میانه رو رد کنیم مثلث به دو مثلث هم مساحت تقسیم میشه، بلدیم. اما آیا میتونیم حضور ذهن داشته باشیم تو مسئله ازش استفاده کنیم؟ میدونیم تو زنقه قاعده ها موازی هست، ولی باید اون حضور ذهن لحظه ای رو داشته باشیم، تو لحظه بیم ازش استفاده کنیم. بله تو هندسه جواب هندسه پایی نهام نیست، هندسه دوازدهم هم اینقدر سخت باشه که راه حل هم نگاه را سخت باشه، ولی یه سوال هم آسون خوب حلش، ولی هندسه پایی معمولا همیشه سخته. وقتی نگاه جواب میکنی خیلی راحت، آقا باید پیتاگورس بدیم، آقا همش همین چیزا چیز خاصی نداره، باید تشابه بدیم، مساحت رو بلدیم در کل، ولی نمیتونیم حلش کنیم با اینکه خیلی چیزایی چون حضور ذهنشو نداریم. الان صدا خوبه؟ صدا خوبه؟ قالین آقا مالیان صدا خوبه؟ بهار رفی ماندانه گودرزی گفتن خوبه. خب پس خوبه. پس ما باید حضور ذهن لحظه‌ای، پس ما باید چی داشته باشیم؟ حضور ذهن لحظه‌ای. آقا خیلی راحته، پیتاگورسه که همه بلدیم، پس چرا یادمون میره استفاده کنیم؟ همون چیزی که تو هندسه دوازده آمار احتمال گفتم تو هندسه پایه به شدت بیشتر. بعد رو نکات حضور ذهن داشته باشیم، برای حل سوالا باید وقت بذاریم، به چه تست سریعا این پاسخنامه رو نگاه کنیم. رو خوندن و از رو جز بخونم نمیخوره، کاغذ باید بذاری رو جوابا، دونه دونه با دقت حل کنی تا تهش به جواب برسی. آقا تهش اینجوری میشه دیگه وقت دارم؟ نه، تا به جواب نرسیدی ول نکنی. در این شرایطه که ریاضیت خوب میشه، هم تمام سوالای جزوه هم تمام سوالای تست ها. پس وقتی میگه زوزنقه یعنی قاعده ها، حالا در زوزنقه قاعده ها موازی هست، دو تا مثلث هم ارتفاع میشن. چرا؟ چون ارتفاعشون میشه فاصله دو خط موازی. ارتفاع این مثلث با ارتفاع این مثلث یکی میشه. چرا؟ چون این مثلث منفرج است، ارتفاعش خارج میاد. پس دو تا مثلث هم ارتفاع میشن، چون دو مثلث اگر در زوزنقه یک کنیم، دو مثلث هم ارتفاع میشوند. پس نسبت مساحت ها برابر نسبت قاعده هاست. پس نسبت S1 و
به استو سی یک به استو نسبت اس یک به استو میشه نسبت قاعده ها، میشه آ به ب. نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده ها. اس یک به استو میشه آ به. پس یه مطلبی رو خوب دقت کنید. نکن حضور ذهن یعنی این. آقا ما میدونیم توی زوزنقه اگه قطر رو رس کنیم ارتفاع یکی میشه پس این. ولی حضور ذهن نداریم. ولی وقتی نکته تو ذهنمون باشه دیگه نکتهشو حفظ کنیم. دیگه نمیایم اون روند اثباتی رو بریم که ممکنه به ذهنمون نرسه. روند اثباتی رو نمیریم. میگیم آقا تو زوزنقه یه قطر نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده ها. این تو ذهنمون سریع استفاده میکنه. ولی اگه اثباتی بخوایم بریم باید بیان بگیم آقا این ارتفاع رو بکش، اونو بکش، حالا فاصله دو خط موازی هست، حالا ارتفاع یکیه، حالا نسبت مساحت ها میشه نسبت قاعده ها. خیلی ممکنه یه جاییش به ذهنمون نرسه و کلا نرسه و حل نکنه. ولی وقتی نکته رو داشته باشیم، زوزنقه و یه قطر، زوزنقه و دو قطر، نکاتش تو ذهنمون هست، سریع استفاده میکنیم. زوزنقه و یه قطر رو داده از این نکته، زوزنقه و دو قطر رو داده از این نکته. ولی وقتی نکته تو ذهنمون نباشه، اولا باید اثباتش کنی، 3 ساعت طول میکشه، ثانیا ممکنه به ذهنمون نرسه همون اثباتش هم. پس یادم باشه در زوزنقه اگه یه قطر رو رس کنیم، تو زوزنقه اگر یک قطر رو رد کنیم چه اتفاقی میفته؟ نسبت قاعده میشه همون نسبت مساحت قطر رو رد کنیم. حالا تو این زوزنقه مورد نظر ما بعد دیگه اثباتی نمیریم، نکته رو حفظ میکنیم. در زوزنقه آقا دو تا قاعده موازی هن. ما میدونیم ولی باید حضور ذهن داشته باشیم. حضور ذهن داشته یعنی هر وقت به کلمه زوزنقه رسیدی زیرش بنویس دو قاعده موازی هن. صورت تست به کلمه زوزنقه رسیدی زیرش قاعده ها موازی هن. به کلمه زوزنقه رسیدی زیرش بنویسیم قاعده ها. خب اونجا یه قطر رو رس کردیم، اگر این نسبت مساحت ها میشد نسبت قاعده ها، یعنی S1 به S2 میشد A به اون، این S1 بود این S2. حالا میخواییم دوتا قطر رو رس کنیم، ببینیم رس کنیم کردیم، ببینیم اگه دوتا قطر رو رس کنیم چه اتفاقی میاد. آقا نگاه کن، دوتا قطر رو رس کنیم، این زاویه با این زاویه برم، دو تا خط موازی این مبرم، پس اینم دو تا خط موازی مبرم اینم با، پس این دو تا مثلث اسم اینو بذار او، مثلث او آب متشابه میشه با مثلث او دس، مثلث هم متشابه نسبت تشابه، همون نسبت ازلا، همون نسبت قاعده ها، یعنی همون چی به آم، نسبت قاعده ها که به آم، نسبت قاعده بزرگ به قاعده کوچیک که همون میشه. آقا اگه مساحت این اس باشه، اگه مساحت این مثلث، اگه مساحت این مثلث کوچیکه متشابه، نسبت مساحت ها میشه توان دو نسبت تشابه. اگه اس باشه مساحت این، اگه اس باشه مساحت این میشه کادو اس. پس اگر مساحت اولی اس باشد مساحت دومی میشه کادو اس. دو بال پروانه، دو تا بال
هم مساحتن. بله پروانه هم مساحتن، یعنی مساحت این بال با این بال برابره. حالا اثباتش میکنم، چون هم مساحتن در ضرب این کادوس، هر کدوم از اینا میشه کاس. هر مساحت کا نسبت قاعده بزرگ به قاعده کوچیک، مساحتش این هم کاس. این اثبات کنیم، یاد میگیریم اینا رو. اثباتش تو این خیانتیکش اثبات بکنم. آقا تو زوزنقه باید ثابت کنیم اگه دوتا قطر رو رسم کنیم، اگه دوتا کنیم یه پروانه ایجاد میشه، ثابت کنیم که بالهای پروانه هم مساحت هم. خب ببین چقدر طولانی اثبات. نیا کن الان قاعدمون این تو این مثلث، این یعنی تو مثلث د آب قاعدش آه، زاویه منفرج است، ارتفاعش میشه هاش، پس میشه یک دوم آ ضرب در هاش. مساحت این یکی مثلث رو به دست آب است، مساحت مثلث آب است، مساحت آبسه میشه چی؟ میشه یک دوم ارتفاع این چیه بیرون میفته باز چون منفرد جفتشون هاشن. چرا مساحت جفتشون هاشه؟ ارتفاع جفتشون هاشه چون بین دو خط موازی هن، زوزنق هست، چون زوزنق هست قاعده ها موازی هن. موازی بودن قاعده ها یادت بره، یادت میره این دوتا هم ارتفاع. پس چون نکن دوتا مساحت مثلث، دوتا مثلث مساحتاشون، پس مساحت مثلث آ به د با برابر. حالا ما میتونیم این مثلث وسطیه رو از جفتشون کم کنیم. وقتی دوتا چیز با هم برابرن اینم کم کنیم، پس این بال مساحت این با این بال برابر میشه، اونا رو کم کن، این بال این بال میشه. پس دو بال پروانه راحت اند و ثابت میشه، و ثابت میشه اگر مساحت این بالا اس، این کادو اس مساحتش کا چیه؟ نسبت قاعده هاست، کا هست نسبت ب به آ، و مساحت این دوتا کاس و دو اس اینا کاس میشه. خب حالا تا یه بردش رو یاد بگیرید، کیا کامل یاد گرفتن؟ یک، کیا نیاز به توضیح دارن؟ دو. تا بریم کاربردش رو ببینیم کاربردش چیه و چرا من میگم نکته ای یاد بگیرید. خب هستی چی نوشتی؟ صدا صدای من رو نداره؟ چیش که صدای من رو نداره؟ خب بریم سراغ جزوه. پس اینو هم سراغ جزوه
بریم سراغ جزوه. ببینیم جزوه به ما چی میگه. جزوه به ما میگه چی؟ کجای جزوه؟ اینه ها، جزوه اینجا. جزوه هم میگه آقا اگر این آ باشه، اینم ب باشه، بیاییم ب آمو بگیریم که مساحت این ساعت این تیکه آ دو اس و مساحت از اینا میشن کا اس. هر بال پروانه میشه کا اس. یه مثال، مثال در زوزنقه داده شده نسبت مساحت هاشور خورده مساحت کل رو بخواییم به دست. آقا تو اینجا تو این زوزنقه این قاعدش 3، این قاعدش 9، نسبت مساحت هاشور به کل رو بخواد، نسبت مساحت کل چند می شود؟ بودو ببینم چند نیست. جواب رو واسم بنویس. کی حل کرد؟ خب بریم حل کنیم. آقا نگاه کنیم، مساحت اینو میگیریم S، کار رو به دست بریم، کا میشه آ یعنی ب آ میشه 3. اگه مساحت این S باشه، مساحت این 3 برابر 3 S، مساحت این هم 3 S، مساحت این میشه 9 S. پس S کل میشه S به علاوه 3 S به علاوه 3 S به علاوه 9 S میشه 16 S. S هاشور به S کل، S هاشور 3 S کل 16 S میشه 3 16. حالا فرض کن این نکته رو بلد، باید میومدی ارتفاع مینوشتی، مساحت به دست میآوردی، ارتفاع با هم کدوم ها یکی کدوم ها یکی نیستن، حداقل 15. از واسه اینو میگم آقا اصلا دیدت به هندسه باید عوض کنی. هندسه رو بخوای با حالت اثباتی برسن نمیتونی برسن. یه جایی هم باید مثلا استفاده بکنیم حل میکنیم، ولی تا اونجایی که
نه بی خیال، نه خیلیشون از قضایی ها استفاده میکنن میزنی تو تست ها میبینی. باید چه حل به ذهنتون برسه. حالا راه حل میتونه نکته باشه، راه حل باشه یا نه، راه حل میتونه حل باشه، مهم نیست راه حل چی باشه، به ذهنت برسه. حالا اگه تونستیم از این تکنیک ها استفاده کنیم، اگه نتونستیم از تکنیک ها استفاده کنیم باید حلش کنیم. هانی بله، باید هی سوال حل کنیم. تنها راه قویشتر شدن شما اینه که سوال حل کنید. دارم سریع نری سراغ پاسخ نامه و هی جزوه رو تکرار کنید. بچه هی جزوه رو به درد هم کنید. جزوه رو باید 2000 بار بخونید که ملکه. هر سری باید جزوه رو بیایی از اول بخونید. شما همیشه ببین میتونی به جواب برسی یا نه. شما در منزل همین جوری حل کن ببینم چقدر طول میکشه به جواب برسی. یه بار دیگه برای بله یه بار دیگه الان حل میکنم. برای هانیه بود، آره برای هانیه یه بار دیگه حل میکنم. نگاه کنید، میگیم آقا قطرا رد شدن، این قاعده نه، پس نسبت رو داریم. کامون شد چی؟ کامون شد گم یعنی سه. اگر من بیام این مساحت اینو بگیرم S، به تب مساحت این میشه K2S، میشه 9S و اینا میشن KS یعنی 3S. پس اگر مساحت بالا رو بگیرم S، اگه مساحت بالا رو بگیرم S، اینا 3S هم، این 9S. حالا S کل میشه جمع اینا، S کل جمع همه S زوزنقه است دیگه، به مساحت کل زوزنقه، منظور از کل کل زوزنقه است. S کل چه جمع اینا دیگه میشه 9S، با یه S 10S، 13S، 16S. S کل 16S، هاشور هم 3S، 3S به 13S ساده می کنم. فهمیدید؟ خب کیا تا اینجا توپ عالی مشتی فهمیدن و خسته هم نیستن؟ یک بقیه چی؟ چی استراحت؟ یک و نیم استراحت؟ یعنی چی یک و نیم استراحت؟ یکم استراحت کنیم که زنگه. باشه حالا اصرار دارید آقا یه 3 دقیقه استراحت کنید، 3 دقیقه استراحت کنید بعد میایم صفحه بعد رو بعد. 2-3 دقیقه استراحت، هم در جا استراحت کن، نه رو جایی، در جا استراحت کن، 3 دقیقه دیگه میام خدمت.
خب بچه یه اعلام حضور کنید. یه اعلام حضور. کیا حاضرن؟ ماشاءالله. خب تکلیف که بهتون مشخص نکردم نه؟ اول تکالیف رو مشخص کنم تا یادم نرفته بعد بیام درس بدم. تکالیف اسلام نیست. تکالیف رو پاک کنیم. تکالیف تکالیف یک تمرینات جزوه هندسه دوازدهم که قول دادید از اول حل شد. دو کتاب خیلی سبز دوازدهم از تست نکن 15 تا 20ش رو دوباره میدم حل کنید. از تست 15 تا 20ش رو دوباره حل کنید. درسته. از تست 15 تا 20 جزوه آمار احتمال این جلسه حل شود. جزوه هندسه پایه این جلسه حل شود. بیشتر جزوه داده. تست آمار باشه. از تست چند تا چند زده بودید؟ کتاب گاج از تست چند تا چند زده بودید؟ خب تست آمار کتاب گاج جدید رو بزنید. اونو پس تا 11 چند؟ از 11:45 تا 11:56 یعنی کلن 10 تا زدید؟ از 11:45 شروع می شد؟ کلن 10 تا پس زدید. آها یعنی کلن تست آمار 10 تا بیشتر تست آمار نزدید پس کتاب جدید نه. تست آمار کتاب گاج 25 تا تست هر کی کتاب خودش نه آره دیگه 25 تا تست بزنید. هر کی از کتاب خودش 25 تا بزن. بچه‌ای که 25 تا بچه‌ای که چی 20 تا مرسا بچه‌ای که کتاب جدید دارن حتی میتونن بیشتر هم بزنن چون کتاب جدید تستاش بیشتره. مرسا بگو. میخواستم بگم گفتین تست آمار مال جلسه پیش فقط 10 تا بود. قبلش هم دوباره 20 تا به همون داشتن 20 تا کلن آمار. کلن آمار 20 تا زدید؟ بله. خب پس این دفعه هم 20 تا بزنید. این دفعه 20 تا بزنید. اما بچه هایی که کتاب جدید رو دارن یا فایل کتاب جدید رو من گذاشتم 20 تا تست اجباریه. اما کتاب جدید هم فایلش هست من گذاشتم هم بچه ها دارن 20 تا دیگه میتونی اختیاری بزنی. این جزء تکالیفت نیست ولی اونا که اختیاری میزنن نمره اضافه میگیرن. آه هیدری کتاب جدید این 20 تا دیگه رو در ادامه از کتاب جدید بزنید ها. کتاب قدیم نه. حالا کسایی که کتاب قدیم و جدید دارن 20 تا بزنن از همون. حالا کسایی که هر کنون دارن 20 تا در ادامهش بزنن از کتاب جدید. جان بگو.
این کتاب خیلی سبز 12 هم ما تا 20 زدیم. آره میدونم، دوباره گفتم تکراری بزنید چون آه یعنی تکراری دوباره 15 تا چون خیلی ها اشکال داشتم دوباره گفتم تکرار کنید چون اشکال داشتید. آه باش مرسی، خواهش میکنم. خب بریم یه نکته دیگه بگم بعد تموم، نکته آخر رو بگم بعد تموم. آقا مساحت مثلث رو به دو طریق میتونیم به دست بریم، یکی یک دوم ارتفاع ضرب در قاعده است، یکی دیگه هم هست این اگه آ باشه این ب باشه این سه. گفتیم زل رو برو به آ رو میگیم آ، پس این میشه آ. زل رو برو به ب رو میگیم ب، این هم میشه سه. مساحت رو به یه طریق دیگه هم میتونیم، به جز اینکه بگی یک دوم ارتفاع ضرب در قاعده، میتونی بگی یک دوم حاصل ضرب از لا، یعنی ب سه، یک دوم ب سه حاصل ضرب از لا در سینوس زاویه بینشون. میتونی این وری هم بگی یک دوم حاصل ضرب از لا، یعنی آب در سینوس زاویه بینشون. پس مساحت مثلث میشه یک دومه حاصل ضرب از لا ضرب در سینوس زاویه بینشون. حالا بریم نکته رو بگیم. نکته در دو مثلث اگر یه زاویه مشترک مثل آ داشته باشن، اگه دو تا مثلث هم یه زاویه مشترک داشته باشن، دیگه نمیایم مساحت رو بگیم ارتفاع ضرب در قاعده. مساحت این نسبت مساحت این، یعنی چی؟ آ به پریم سه پریم، به نسبت مساحت این، نسبت مساحت ها، نسبت مساحت ها. خب بالا مساحتش میشه چی؟ یک دومه حاصل ضرب از لا، یعنی آ به پریم ضرب در آ سه پریم ضرب در سینوس زاویه بینش. پایین مساحت میشه چی؟ یک دومه آ به ضرب در آسه، یعنی یک دوم حاصل ضرب از دو، دوباره سینوس زاویه بینشون سینوس آس، سینوس آ با سینوس آ میره، یه دوم با یه دوم میشه آ به پریم ضرب در آسه پریم به روی آ به ضرب در آسه. پس اگر دوتا مثلث زاویه مشترک داشتن، نسبت مساحت ها رو از فرمول دوم میریم. پس فعلا یه فرمول هرون هم داریم که بعدا میگم، برای مساحت سه تا فرمول داریم، یه هرونه که بعدا میگم، یکی فرمول اول یک دوم ارتفاع ضرب در قاعده، یکی یک دوم حاصل ضرب از لا ضرب در سینوس زاویه بینشون، و یکی هم هرونه که بعدا میگیم. اگه زاویه مشترک داشته باشن از چی میریم؟ مساحت مثلث رو اگه زاویه مشترک داشته باشن میگیم یک دوم حاصل ضرب از لا ضرب در سینوس زاویه بینشون، چون زاویه های بین یکی هن، سینوس آ با سینوس آ میره، چون زاویه درست زاویه های یکی هن. خب کیا کامل مشتی یاد گرفتن؟ یه کامل بنویسن. کیا نیاز به توضیح دارن؟ دو. خب اگه سوالی هست بپرسید، در خدمتتون هستم. بیایید رو خط سوالتون رو بپرسید. میخوام ببینم هندسه پایه رو از 10 چند یاد گرفتید؟ هندسه پایه رو از 10 چند یاد گرفتید؟ ماندانا 11 یاد گرفته، یه دونه رفته بالا، ماشاءالله. بقیه چی؟ هانیه هستی؟ هانیه هستی اصلا نبودی تو کلاس ها؟ هانیه هستی، مرسا چند تا یاد گرفتی؟ مرسا هستی، مرسا هستی نگفتید. ترکیبیات آمار احتمال چند تا یاد گرفتید؟ مرسا کجایی؟ ماشاءالله ماشاءالله. این مرسا رو پیدا کنید ببینید کجاست.
بگید آقای دری عدس چاکی بود، صدا زد نبودی. هستی یاد گرفتی؟ مرسی، یه ساعت دارم صدات میزنم، کجایی؟ هستی هانیه؟ خب بچه خسته نباشید، تا روز یکشنبه به خدای بزرگ میسپارمتون، خدا نگهدارتون، مراقب خودتون باشید. مرسی هستی، مرسی یرازیکالین، مرسی مرسا، مرسی ماندانا، مرسی، همگی خسته نباشید، شب و روزتون خوش، تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدار، بدرود، روز خوبی داشته باشی شما. مرسی ماندانا، مرسی مرسا، بدرود.